سلام به شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی، با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از ناگفته های زندگی شخصی پژمان جمشیدی و رونماییش از همسرش و ماجرای ازدواجشون. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. توی روزهای گذشته و در طی مراسم خاکسپاری مرحوم آتیلا پسیانی، بازیگر خوب ایرانی، در فضای مجازی تصاویری از همسر پژمان جمشیدی منتشر شد. قبل از این البته سام درخشانی با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی از ازدواج پژمان جمشیدی و نگار فرهمند خبر داده بود. پژمان جمشیدی هم در مصاحبه اخیر خودش با عادل فردوسی پور از اینکه هر چند که برای ازدواجش خیلی دیر شده بود اما ازدواج کرده و تصمیم داره که از این به بعد کمتر کار کنه و برای زندگی خصوصیش و مخصوصا مبحث بچه دار شدن و بزرگ کردن بچه ها بیشتر وقت بذاره. حالا اما سوالی که برای همه طرفداران پژمان جمشیدی پیش اومده اینه که نگار فرهمند همسر پژمان جمشیدی کیه؟ خانم نگار فرهمند یکی از بلاگرهای موفق در فضای مجازی بوده که گفته میشه در طول یک سال گذشته با پژمان جمشیدی ازدواج کرده. البته که درباره زندگی شخصی اونها و تاریخ ازدواجشون و مراسمشون اطلاع زیادی در دست نیست و شاید هم فقط عقد کرده باشند و هنوز مراسم عروسیشون رو برگزار نکرده باشند. تنها اطلاعاتی که از این خانم جوان و زیبا توی فضای مجازی منتشر شده اینه که ایشون بلاگره و پیج اینستاگرامش نزدیک به 400K فالوور داره و در زمینه تبلیغات فعالیت میکنه و خودش در پاسخ به مخاطبینش گفته که بختیاریه و متولد سال 67. خانم نگار فرهمند مدرک فوق لیسانس مارکتینگ داره و سالهای سال شغل ایونت پلنینگ انجام میداده تا قبل از تحریم ها و قبل از شروع کووید. ایشون مقالات و مصاحبه های زیادی هم در مورد تأثیر تحریم ها و خداحافظی یک شبه برندهای بزرگ بین المللی از ایران انجام داده و در مورد تأثیرش روی کار و زندگی خودش و خیلی از همکارانش گفته. هرچند که اونها در صفحات اجتماعی هیچ عکس مشترکی با هم منتشر نکردند، اما حضورشون در کنار هم و در مراسم آتیلا پسیانی نشون دهنده بسیار جدی بودن این رابطه است و همچنین حلقه‌ای که در دست پژمان جمشیدی دیده میشه. هرچند که خیلی از مخاطبین از این مسئله شکایت داشتن که هنرمندانی که ما طرفدارشونیم و با حمایت‌های ما به اینجا رسیدن باید زندگی خصوصی خودشون رو هم کامل برای ما توضیح بدن، اما خیلی‌ها هم معتقدند که اونها هم آدمن و حق دارن مسائل خصوصی خودشون رو داشته باشن و دوست نداشته باشن که خیلی چیزها رو با مردم به اشتراک بذارن. نگار فرهمند چند سالیه که به کار مدلینگ مشغوله و در پست‌هایی که در صفحه اینستاگرام شخصی خودش منتشر می‌کنه، تبلیغات برندهای معروف و قوی مختلفی رو هم انجام میده. ایشون همچنین در مصاحبه‌ای هم به سعی و تلاش شبانه روزیش در عرصه تبلیغات لباس و پوشاک اشاره کرده و گفته که چند سالیه که در اینستاگرام به شکل جدی فعالیت می‌کنه و به صورت حرفه‌ای مشغول کار مدلینگ شده و خوشبختانه با تلاش‌های زیاد تونسته تعداد فالوورهاش در اینستاگرام رو افزایش بده. ایشون الان به صورت تمام وقت مشغول کار مدلینگ و از طریق این حرفه و همچنین تبلیغاتی که دریافت می‌کنه منبع درآمد خوبی داره.
پژمان جمشیدی متولد 10 شهریور 1356 در تهران بازیگر و فوتبالیست سابقه. ایشون دانشجوی انصرافی رشته مهندسی عمران با 110 واحد پاس شده که با 180 سانتی متر قد سالها مدافع راست بوده و حالا در عرصه بازیگری بسیار می‌درخشد. پدرش دبیر زیستشناسی و مادرش معلم اول دبستان بود. توی گوهردشت کرج بزرگ شده، یک برادر بزرگتر به نام هومن متولد 53 و یک خواهر به نام مامک متولد 61 داره. خودش گفته از زمانی که دست چپ و راستم رو شناختم عاشق توپ پلاستیکی و فوتبال بودم. همیشه از من میپرسن فوتبال رو از کی شروع کردم. من واقعا نمیدونم. من دیپلم رشته سنگ نوردی هم دارم، اما انقدر عاشق فوتبال بودم که ورزش های دیگه بعد از فوتبال قرار میگرفت. اول راهنمایی که بودم یک روز معلم ورزشم گفت یک پوشه و عکس و یک برگه کپی از شناسنامه و 150 تومن پول بیارید که به تیم آموزشگاهی بفرستیمتون. منم همین کار رو کردم و از همون فوتبال حرفه‌ایم شروع شد. بغل پا زدن و خیلی از تکنیک‌ها رو از مدرسه فوتبال یاد گرفتم. از همین کار آموزشگاهی به تیم باشگاهی رفتم و عضو تیم نوجوانان دارایی تهران شدم. بعد از سال 74 وقتی 18 سالم بود به تیم دارایی رفتم و همزمان به تیم ملی نوجوانان هم دعوت شدم. جمشیدی در سال 76 به باشگاه کشاورز پیوست و بعد از اون هم به تیم سایپا دعوت شد تا اینکه با درخشش‌هایی که داشت به وولفسبورگ آلمان هم دعوت شد. اما به خاطر تیم پرسپولیس و مشکل سربازی قید حضور توی اون تیم و اون کشور رو زد و با قرارداد 14 میلیون تومانی در سال 79 به تیم پرسپولیس پیوست. در سال 1390 و در سن 34 سالگی عطای بازی رو به لقایش بخشید و 2 سال هم در تیم پاراگ تهران مربیگری کرد و قهرمان جام حذفی تهران شد و بعد که بحث بازیگری پیش اومد کلن از فوتبال فاصله گرفت. خودش در مورد بازیگر شدنش گفته توی سال 81 توی مراسمی با خانم بهار رهنما آشنا شدم. همیشه دوست داشتم پیمان همسرش رو از نزدیک ببینم. چند مصاحبه ازش خونده بودم و به نظرم خیلی شخصیت جذابی داشت. خانم رهنما گفت شوهرم پرسپولیسیه. یه شب شام من رو دعوت کردن. من و پیمان خیلی دوست و صمیمی شدیم و با هم فوتبال می‌رفتیم. ایشون در مورد خاطرش از برخورد مردم بعد از خداحافظیش با فوتبال هم گفته زمانی که بازیکن بودم وقتی به سوپرمارکت می‌رفتم فروشنده کلی احترام میذاشت و میرفت همه چیو برام میآورد و اصلا نمیذاشت دست به چیزی بزنم، اما وقتی با فوتبال خدافظی کردم دیگه همون آدم به من محل نمیذاشت و خودم باید همه چیز رو برمیداشتم و از این دست موارد و بی احترامی ها انواع مختلفش رو دیدم. اینها رو برای پیمان قاسمخانی تعریف میکردم و اون میگفت از اینها یه خط بنویس، تا اینکه یه روز طرحش رو نوشت و سال 92 با اصرار اون نقش خودم رو بازی کردم. بعد از سریال پژمان سال 93 با فیلم آتش بس 2 اولین تجربه سینماییم رو به دست آوردم تا اینکه با 8th تجربه خودم سال 96 نامزد مکمل سیمرغ فجر شدم. پژمان جمشیدی در سال 98 با حضور در 5 فیلم سینمایی به یکی از بازیگران پرکار و پرفروش سال بدل شد که در مجموع فیلم‌ها 62.8 میلیارد در گیشه فروش داشت. این روزها هم که حضورش در مراسم آتیلا پسیانی و رونماییش از همسرش باعث شده که دوباره بر سر زبان‌ها بیفته و تیتر اول خبرها بشه. با آرزوی خوشبختی برای این زوج هنری. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.